بینندگان عزیز سلام، خدا کنه که جور و صحت و سلامت باشید. ما آمدیم در بخش تولید بطری، تولید افغانستان، تولید بلخ که اینجا بطری های موتر، بطری های سولر تولید میشه، یعنی انواع بطری تولید میشه و با بازار عرضه میشه. آمدیم از اینجا خواستم که یک گزارش تهیه بکنیم برای شما عزیزایی که تا بدانند که همچون تولیدات ما در کشور خود ما در افغانستان داریم. این کمپانی در تمام افغانستان بیتریاش به فروش میرسه و از نگاه کیفیت، از نگاه کوالتی واقعا که امروز در بازار افغانستان دست اول داره. عزیزای دل، میریم از جریان پروسس از بیتری که چگونه این بیتری آماده میشه، با کدام کیفیت جور میشه و ای به بازار عرضه میشه. میریم از پروسس از این بیتری هایی که این کمپانی تولید کرده بر شما نشان میدیم و حال انجینر صاحب میخواییم که با انجینر امی بخش معرفی شویم و تا بتونه در قسمت معرفی و در قسمت ساخت و ساز بیتری ها بر ما معلومات بتن. جناب انجینر صاحب سلام، خوب هستین؟ سلامتون خوب است. اسمتان؟ اسم محمد داود است. انجینر صاحب میشه برای ما از راجع به بیتری هایتان بگوین؟ دوستان یک چیز جالبی را اینجا دیدم، با معذرت انجینر صاحب، بیرق خود افغانستان ما در اینجا حک شده، یعنی تولید افغانستان ماست. انجینر صاحب بسیار زیاد خسته نباشین، اون مهمتر ماجل را نشان دادم برای دوستا. دیگه میشه در قسمت تولیدات بیتریتان برای ما کمی معلومات بتین که ما تقریبا اضافه تر از 4 سال میشه که در این شرکت صنعتی امینور بیتری های سربی تیزابی را تولید میکنیم و برای اولین بار در افغانستان بیتری های سربی تیزابی و طور چارچ خشکه تولید میشه در این کمپانی. ما از نگاه نوعیت دو نوع بیتری میسازیم، یکی بیتری های سولاری سک که مخصوص سولار است شما میبینید و دیگه بیتری هایی که به خاطر موتر است. بسیار خوب. و تعداد نظر به ظرفیت بیتری ها ما 7 نوع بیتری میسازیم که از 25 امپیر الی 120 امپیر است و نظر داریم که 150 و 200 امپیرش هم در آینده نزدیک بسازیم. واقعا بسیار جالب است دوستا و من حال مطمئن شدم که ما میتونیم به خود کفایی بریم و بهترین ها را داشته باشیم. انجینر صاحب، این بیتری های شما مثلا در تنها در یک ولایت است یا در تمام ولایت افغانستان؟ بیتری های ما در شهر مزار شریف فابریکی ما موقع داره و نمایندگی های ما در اکثر ولایت کشور و شمول کابل، هرات، مزار شریف، در خود مزار شریف، میمنه و اینجا هم هستک. بله، در تمام افغانستان بیتیا فروخته میشه. بسیار خوب. و از این برای ما بگوین که رضایت مشتری هایتون چقدر، چه رقم بوده؟ تا بال خو مشتری های ما از ما خیلی راضی هستند، به دلیل از اینکه این بیتیا تا زمانی که استفاده یعنی نشوه در گدام های مغازدار ها اگر باشه، مدت زمان 1 سال 1.5 سال هم اگر باشه، بعد از او داخل از این تیزاب انداخته میشه و همون موقع کار بگیرن میشه. این کار میته. بله، دیگه بیتری هایی که در بازار تیزابی است که داخلش تیزاب داره، اونا الا 3 ماه چارچ خود نگاه میکنه، بعد از 3 ماه چارچ خود عدیست میته. اما اینا قسم نیست، داخل از اینا تیزاب نیست، 50% چارچ شده است و هر زمانی که اینا خواستن در مدت 1 سال 1.5 سال هم اگر عید دوکان استاد میشه، چارچ خود حدیث نمیده. تیزابه که انداختن دوباره 100% میکنن دیگه، استفاده میکنن، قابل استفاده است. بله، واقعا دوستو از نگاه کیفیتش، یعنی نسبت به بیتری هایی که از انحصاری هست در بازار هستن بهترین است. انجینر صاحب بیاین بریم در از مرحله اول برای ما نشان بتین و ما بفهمیم که چگونه این بیتیا تولید میشه. درست است؟ بین خیام تو بریم. بین هم تو بریم. خب دوستای عزیز، ما آمدیم در قسمت زوب. اینجا چیه؟ زوب سربه. زوب سربه. این کوره است به نام کوری کوپالا یاد میکنم که در اینجا سرب زوب میشه. سرب زوب میشه، سرب زوب شدی از زیره.
باز ما از اینجا انتقال میتیم در داخل که بعدا برتون نشون میتیم. خب دیگر ماشین هاییست که باز او پروسای اینجا فقط سرب زوب میشه و اون طرف چی هست؟ سرب زوب میشه. سرب زوب میشه به خاطر از اینکه مو دود و چیزای از این نقص داره، به او خاطر یک فیلتر بسیار بزرگی اونو فیلتر هست که دود میره در قسمت فیلتر میشه. خوب. و از اونو دودکشایی که بسیار بالا هست دودی باقی مانده تصفیه شده ایش البته از اونجا میبره که بازو در صحت مزیر نیست. خب اگر این فیلتر نباشه این دودکش چی نکنه بازی حتما کسایی که در این مواطع زندگی میکنن برش نقص برسنه. بله به خاطر از او خیلی نقص داره به خاطر از اینکه مردم در این مریض نشوه کارگران مریض نشوه در جایی که دود میره مریض نشوه مردم و او خاطر اینمی فیلتر و این قسمت هایی که دودکش هست که از این طرف دوره کده در حدود 160 متر فیلتر دود دوره میکنه سرد میشه باز میره در این فیلتر یعنی فیلتر عمومی هست؟ آه این فیلتر است که دود فیلتر میکنه و دوا میکشه. دوست عزیز واقعا که اینا از هر نگاه مد نظر گرفتن یعنی مشکلاتی که در مردم ما حول ازی است کدام مشکل پیش نشه و برای کارمندای خود از اینجا از نگاه استاندارد بودن خو خیلی عالی است. اینی چی است انجینر صاحب؟ این یک داشت کوچک است که ما در اینجا زغال سنگ تبدیل میکنیم به کوک. خوب. کوک یک نوع مواد سوخت است که در حدود 95% 90 الی 95% کربن میشه. همی زغال سنگ تبدیل به کربن میکنه. کربن میکنه. که او در چی کوپالا سوختانده میشه. مواد سوختی از همی دی تیار میشه با دو چی میشه؟ یه خوردسی یک نمونه ای ساختیم اصل کلانش در اونجا است. اونجا است. در اون طرف است. خب خب. خب حالا ما میریم ما شما در بخش بخشای تولید پروسی تولیدی بیتری برتون معلومات دوستو عزیز ما خواستیم که تمام امی پروسه را بر شما نشان بتیم که اینقدر مراحل طی میکنه بالاخره که یک بیتری میشه و شما او را در موترهایتون استفاده میکنین در خانه هایتون استفاده میکنین برای سولر برای موترها آماده میشن. بله، بله. خب حالا میریم در بخش پروسسای دیگه. بله. انجینر صاحب چقدر نفر مثلا شما در اینجا کار میکنه تو شما؟ جمله در این فابریکه اضافه تر از 100 نفر کار میکنه و در بخش تولید بیتری 60 نفر کار میکنه. 60 نفر. بله. خب حال ما شما طرف ما در طرف تولید جالی هایی که بخاطر پلیت جالی پلیت تولید میکنه و ما شما به قسمت میریم کنی پلیت های تولید شده است. یعنی جالی هایی که تاکی از این ماشین ها که این ماشین ها به نام گرید کاستون یاد میشه در این جالی ها تولید میشه که جالی ها بود در او قسمت یک ماشین دیگه است که او را بعدا برتان نشان بتیم که در این خمیر سرب مالیده میشه و بعدا این در بین بیتری ها میایا؟ اینمی جالی هست که این پلیت های بیتری هست که در این پلیت بیتری هست پلیت مثبت و منفی که باز در بیتری جا به جا میشه جا به جا میشه. این ماشین ها را به نام ماشین های گرید کاستینگ یاد میکنن یا تولید این پلیت های جالی های بیتری هست. اچاقزه هست بیایم جریان تولید چی را ببینین اونو از بالا او وقتی که اونجا تولید میکنه امون سربه که در او کوره زوب میشد او سربه میده داخل از این ماشین ها میدازیم در اونجا باز اینا زوب شده این قسم میایه این قسم از اینا باز پلیت تولید میشه یا شاید گرم هم باشه برای فعلا فعلا گرم نیست یک قسمت گرم نیست اون قسمت تازه که میایه گرم است. بله اون شش پای ماشین است که هر پای ماشین قابلیت 10,000 پلیت در یک شب روز تولید شده داره. 10,000. بله اون 10,000. خب اینا اول دیزاین میشن بعد از طرف کامپیوتر خالیگوش که قبلا خالیگو از چین خریداری شده و در اینجا توسط ماشین ها آورده شده که اینا دیزاینشون بله قبلا دیزاین میشه. بعد از کجا میریم؟ بعد از دیگه در اینمی جالی ها رو که میبینید در این جالی ها باید یک خمیری سرب انداخته میشه یا جا به جا میشه که در اون ماشین ما شما میرید که او یک بخش دیگه شد. دوستا عزیز واقعا که بسیار جالب است و
دیگه شما دنبال کنین ببینین که ما دیگه چی ها رو برای شما نشان میدیم. دیگه واقعا که میخواهم از خواسته های شما تصویر بگیرم و شما هم نظرهایی که دارین، پیشنهاداتی که دارین در کامنت نوشته بکنین. ما میتونیم که تصویری که در ذهن شما هست او را به تصویر بکشانیم، بسازیم براتون و جاهایی را، چیزهایی را که شما میخواین ما را میخواییم بر شما دوباره نشان بدیم برای عزیزایتان. عزیزا حال ما میریم در بخش که امو جالی ها را یعنی خمیری از سرخ میگیرن تا ایکم و آماده شد بخاطر ساختن پلیت بکری. اینجا ساید بعد از اینکه مثلا این را خمیر میگیریم بازی را مثلا چی میشه پارد میگم کدام پروسیدار ایجالی ها شما یک دفعه ببینید اونمو پلیت هاست که در اینجا آمده اون قسم به صورت اوتومات این ماشین به نام دستنگ یاد میکنن که اون خمیر هستی اینا خمیر هست، خمیر سرب هست که در اونجا گذاشته میشه و یه پیش میشه. یعنی اون پلیت هاست که اون حال در اینجا تبدیل شده به پلیت هایی که اشاق باید صاحب اینجا را آمده شما یک تصویر بگیرین که عزیزای ما ببینن که اینی پروسه را این تای مراحل میکنن. یعنی ماشین تستینگ ما یعنی اون پلیت هایی که قبلا برتان جالی ها را نشان دادیم در این خمیری سرک تست میشه یا گنجالیده میشه. در اینا از زیر از این ماشین تیر میشه در این داخل خشک میشه. اینا که از اینجا خشک شد باز انتقال داده میشه در یک اتاق دیگه که به نام کیورینگ چمبر یاد میکنم. حالا از اینجا ما شما میریم در اتاق کیورینگ چمبر که پلیت ها در اینجا اتاق عزیز بحث بود که اینجا امو خمیر سرگ یا نرمی که در روی همین جالی ها کش میشه گرفته میشد اینجا خوش میکنه گفتنا؟ اینجا یک قسم اگندازه رطوبت از اینا گرفته میشه یعنی در این آخر بین که فرمیجه رو نشان دیده این آخر اونا میای امونو ببینی که از این از اون مسئله در اینجا آمده؟ بله از اون قسمت از زیر تیر میشه زیر الیمنت هایی که گرم میکنه یک اندازه رطوبت گرفته میشه بعد اینا این جمع میکنن در اینجا و از اینجا انتقال میتن در اتاق کیورینگ چمبر. ولی داغ از دیگاه فیلن داغ تو خدر داغ هم نیست کمی گرم است کمی گرم است کم رطوبت از این گرفته شده مایی را بگیرم مشکل خواه نداره. یعنی پلیت هایی که قبلا بود این فیلن بین قسم یعنی تبدیل میشه به پلیت اصلی که در داخل بیتیا باز اینا قرار میگیره از این قسمت درست بشه باز این در داخل بیتیا قرار سپاس میریم پروسه شد پلیت ها که وقتی داخلش مواد اینجا داخلش مشکل نداره نه مشکل نداره خب. دوستان عزیز به خاطر از اینکه موضوع تیزاب و سرب گپاس بله. از او خاطر انجینر صاحب پرسان بکنیم که در این قفص ها گذاشته میشه همون پلیت ها در اینجا در حدود 38 سات خشک میشه اینا. خب اینجا به خاطر خشک کردنش بله اینجا یک دفعه برای رطوبت میتیم برای یک 4 سات رطوبت میتیم بعد از دوباره رطوبت کم کرده میریم تا بالاخره که در ظرف 36 الی 38 سات خشکش میکنه. خشک میشه خب از اینکه خشک از اینجا میبره از اینجا میبره در این قسمت یک جای دیگه داریم اینجا هست نه اونجا در خب. اون اتاق دیگه هست در اونجا انتقال پیدا میکنن در اونجا اینا من در داخل قفص های دیگه قرار میگیره که در اونجا میره بعد از اون میره در چارچ در چارچ ها؟ خب اینجا بخش کدام مثلا این اون پلیت هاست خب اون پلیت که بله اینا خشک شده اون پلیت هاست که بعد از خشک شدن از اتاق کیورینگ چمبر آمده در اینجا خب در اینجا آمده اینا خشک است شده. دوستای عزیز دمام یکی از کلاه ایمنی را آوردن که ما می را باید بپوشیم دیگه اینه حال صحیح شد بله. خب رنگش هم تغییر کرد نه؟ بله این دو نواز این یک قسمش که به شکل خاکستری است این پلیت منفی است خب این پلیت منفی است که تنها خالص از سرب تنها خالص از سرب جور میشه و اونو پلیت دیگه پلیت مثبت است
خو این مثبت است. این مثبت است که این مخلوطی از اکساید سرب و خود سرب است. خو یعنی که شما از نگاه منفی و مثبت شما مد نظر گرفتین. بسیار عالی. یعنی باز می در این قسمت اینا در داخل از جالی ها قرار میگیره. خو در داخل از یا میره؟ داخل از قفس ها قرار میگیره که باز ما ایره از اینجا میبریم در اتاق چارج. این را چارج میکنیم. خواه. دوستان میبینین اینجا یک پرده مثلا خاکستری داره، یک تا هم سفید. یک طرف از این مثبت است، یک طرف دیگه از این منفی است. منفی است. این چی هست؟ این مثلا لایر ای هست که اینا در قسمت دیگه اونو ماشین است که در اونجا این ریخته میشه. بخاطر از این که در اینجا ما لینای برق بسته میکنیم، یکیش به دیگه شیره ارتباط میتیم در اتاق چارچین بازی را. حالا شما این را بیتری چند امپیر جار کردن؟ این بیتری ما میتونیم این پلیت هاست دیگه، پلیت هاست که از این بیتری امپیر از این بعدن مشخص میشه؟ 25 و برای 40 برای از اینا امپیر از این بعدن مشخص میشه. بعد از این حال کجا میریم؟ امپیر از این ارتباط به این داره که چی تعداد پلیت ها در داخل از این باکس ها گنجانده میشه. بعد از این پروسه این میره اون اونا ماشین های چارچینگ است. اینا ماشین های چارچ است که در اون اتاق دیگه امینا انتقال پیدا میکنه و در داخل باکس های دیگه گذاشته میشه و داخل تیزاب و چارت میشه. میریم اونجا را میریم. خب دوست عزیز، ما از او بخش آمدیم و آلی آمدیم در بخش پروسسش ها. اینجا را صاحب دیگه اینجا بعد از بخش چارچینگ که اینا چارت شد، اینا میه یعنی پلیت های منفی سک و این پلیت های مثبت در داخل باز اینا کت کاری میشن؟ اینا در ماشین دیگه است که در اونجا قطع میشه. باز میه در اینجا، باز اینجا که آمد باز این نظر به ظرفیت بیتری، باز تعداد پلیت هایی که این قسم دیدیم که مانده شده، باز نظر به ظرفیت از اونا اینا چینده میشه. بعد از او من در یعنی قسمت دیگه که در این قسمت این ماشین ها این پلیت ها در داخل از این چی ها گذاشته میشه و اینا گیسی کاری میشه. در اینجا سل، اینا رو سل میگیم، اینا رو سل میگیم، این سل یعنی شمستک، اینا در اینجا گیسی کاری میشه. بعد از این میره در این قسمت در داخل چی مانده میشه، در داخل باکس. اینا باکس هستک. ما آمدیم در قسمت پروسس، امی آسیاب یا پروسس که اینا امی کورای بتری را آماده می سازن. یک بار بریم ببینیم که ساخت امی کورا چگونه هست. بیاین میریم با مسئول امی بخش صحبت کنیم. سلام انجنیر صاحب، خوب هستین؟ سلام علیکم، شب بخیر. اسم مبارک؟ ابوذر مرزایی هستم. مرزایی صاحب، میشه در قسمت پروسس امی کور بتری برای ما بگویید که چه قسم پلاستیک از این آماده میشه؟ پلاستیک ما اینجا میگیریم، کرش میکنیم. خب پس دوباره با این دستگاه. خب از کرش میشه با این قسم. باید از این مورا با ماشین گرانول. خب میریم اون طرف. میده میده این را برای ما بگوین. خب بعد از این میره در اونجا. خب از اینجا بارا و میتیم. خب کرش شده از اینجا میریزه. خب اونجا میریزه. بله. بازی کجا میره؟ از اینجا میره با قفی گرانول. خب او چی کار انجام میده؟ قفی گرانول یعنی مواد خودرایش بالا میسازه. خب بیاین که بریم. آره مثلا فعلا شما مواد دارین که ماشین روشن نکردین؟ بله بله، ما فعلا مواد داریم. خب بعد از این میره در او طرف؟ بله بله بله. خب بعد از اونجا کجا میره؟ از اینجا مواد ها میدیم داخل از قف. اینا کلان الیمنت داره، گرم میشه. خب مواد آب میشه، دوباره از اینجا موره اینجا به حساب چیز جور میشه، رشته میگه. خب رشته میگه از اینجا، مثل سر رشته که از اینجا بور شد دوباره میره اونجا، از اونجا به نام کاتینگ است، کاتینگ گرانول. اونجا کات میکنه؟ اونجا کات میکنه. مثلا یا تخت های کلان تا جور میشه با این طرف میاد کات میشه؟ نه مثل چیز است، مثل تار رو جور میشه. خب مثل تار رو جور میشه که نمونهش اینجا داخل بوجی هم هست. خب بیاین خیلی برای ما نشان بتین بازی مثلا به رنگ های مختلف هست چه رقم؟ بله بله بله. خب امی است؟ موادش هم این است، ام ای است. با نام مواد گرانولی. خب این گرانول شده. گرانول شده. بعد از این چی میشه؟ بعد از این مور میران را در دستگاه اینجکشن را میدیم. خب که نام ای
این چطور یک رنگ سفید صدفی داره؟ این از مواد صفر. خب. مواد صفر یعنی مواد نو که اصلا کار گرفته نشده. نشده. آه. خب بعد از این آماده میشه؟ آه. نه ما اینا رو از بیرون میخریم. از بیرون میگیریم؟ از بیرون میخریم با ما خیر خودت بگی برای ما. دوست عزیز بسیار رنگ 60 70 بالاش پرتا میکنیم که اینا کیفیت کار ما رو بالا ببره. خب بعد از اون بعد از این خلاص شد کجا میریم؟ میریم اونجا بعد از اون گرانول شد ما بریم در ماشینای اینجکشن. دوست عزیز ماشینای مختلف است، کارهای مختلف است دیگه. میریم در اینی بخش پروسسش که این ماشین کدام کار انجام میده. خب ای طرف میریم ها. خب این کدام ای فقط چی میکنه؟ این ماشین اینجکشن است. خب نام انگلیسی اینجکشن است، نام فارسیش به نام ماشینای تزریق. خب تزریق پلاستیک. خب اینا چیکار کردن اینجا فعلا؟ اینا فعلا جول میزنه، جولی. خب جولی جور میکنن، جولیایی که در بغل اما پلتا میله. پلتا میه یا؟ بله بله بله. دوستو میبینین اینجا این یک دونه ازیر برای ما بتین. خسته نباشی. زنده باشی. صحت خوب است. خب اینجا وظیفه خودت از دیگه فعلا این کارا میکنی. بله. ازیر روزانه چقدر مثلا شما تولید دارید؟ 700 تا 800 تا 1000 تا میزنیم. تو 1000 دونه. خب این در چند دقیقه آماده میشه؟ یعنی 6 ثانیه آماده میشه. در 6 ثانیه. دوست عزیز این جالی است که برای پلیت بیتی موتر میگیره. یا برای بیتی هایی که اینا تولید میکنن. سعیز خب انجنر صاحب بعد از این یکی خلاص شد کجا میریم؟ یکی خلاص شد مورد بسته‌بندی. خواهی دیگه شمی کورای بیتری را شما کجا باز آماده بکنید؟ کورای بیتری هم در اون ماشین او طرف است. خب خیلی اون برای ما نشان بتن که عزیزا بفهمند که کور بیتری که اینجا آماده میشه چیگونه آماده میشه. بخش جالیش خود دیدین این جالی هایی بود که در بغلای پلیت های بیتری گرفته میشه. خب سرپوش هم میدونیم اینجا. اینجا سرپوش همون سرپوش های بیتری که بالایش دیدیم دوست عزیز در اینجا آماده میشه. دکر این هم شمک های بیتری هست که در داخل سرپوش ها داخل قالب میلیم ریخت میشه. استاد خسته نباشی. خیر باشی. جان جار است. نام چی است؟ نام محمد طایر. محمد طایر خان وظیفه خودت ای است که شما را در اینا جا بجا کنی؟ بله. خب این پوش ها را در اینجا خودت تنظیم میکنی؟ بله. خب این مواد از یاد دو طرف میه گفتی ها؟ بله بله. مواد از دو طرف میه. این چقدر زمان میبر آماده از این سرپوش ها؟ تقریبا 40 ثانیه 45 ثانیه از بالا نیست. خب یعنی زود آماده میشه. خب بعد از این کجا میبرن؟ بعد از این مبره اون طرف در بسته بندی دیگه. در بسته بندی میبره. خب اینال خیلی ما و شما میریم در بخش کورسازی. بخش کورسازی. خب عزیزا هر چیز از خود یک تای مراحل داره و ساختن بیتری هم همو قسمی که دیدن در تصویر واقعا خیلی جنجالی است و آیسته آیسته مرحله در مرحله ای آماده میشه. خب اینجا کدام چی است؟ اینجا کور است. کور تولید میکنن ها؟ تولید کور است. خب بیاین که امروی کسی که همین مسئولیت داره صحبت کنیم. خسته نباشین. سلامت باشین. خوب هستین؟ نامتان؟ سید عبدالقیم. سید عبدالقیم خان ملی. چی حال دارین؟ خوب هستم. شما خوب هستین؟ کارتون خسته کن خو نیست؟ نه بیخی همون تو ریلکس هستین؟ وظیفه همه روزه تون؟ بله همیشگی. این کورها رو اینجا پیش شما تولید میشه؟ بله. خب مثلا روزانه چند تا از این کورها شما تولید میکنین؟ روزانه 380 تا. 380 دانه. خب یا این کورهایی است که به اندازه همون چیش تولید میشه؟ بله. که مثلا چند امپیر میباشه؟ 36 امپیر است. اینا را برای چی؟ برای موتر سایکل میگیرن؟ برای موتر زرنجا میتونه استفاده کنه. موتر سایکل برق زیر قوی است. خب برق قوی است. بله. برای خانه میتونه استفاده کنه برای زرنج. خب دوستان عزیز این ماشینی است که یعنی بخش کور را تنظیم میکنن. خب سلامت باشین. تشکر جور باشین. دوستا خب اینجا صاحب این خلاص شد. بعد از این میره در قسمت پلیت بندی ها. بله بله بله. خب واقعا عزیزا اینی هم بیتری ها یا کور های است که برای بیتری آماده شده دیگه اینی میره و در قسمت پروسس یا بسته بندی بیتری که ما در تصویر انشالله که وانارم براتون نشان میتونم. انجنر صاحب سپاس سوال میایم از انجنر بخش پلیت هایی که مثلا آماده شد
داخل باکس ها میمانند از اونا بپرسیم و راجع به اونا به این چیزا معلومات بدن. اینجنا صاحب این طرفیه شما سلام، خسته نباشیم. سلام، وقتتون بخیر. نامتان؟ قایمداد ناصری هستم، یک تن از انجنیران بخش تولید بیتریسازی شرکت امین. ناصری صاحب، بین راجع به این بسته‌بندی برای ما معلومات بدین که اینا وقتی آمدن پلیتا را داخل از این ماندن و انجنیر صاحب گفتن اینا رو بگوین یا دیگه چی کارا میشن؟ به ادامه سخنهای انجنیر صاحب ما بعد از اینکه پلیت آماده شد و گیسی شد میاد این قسمت که یک بتری 6 خانه می داشته باشد، در هر سل به متعداد حجم همپر که بالا شده میره تعداد پلیت هم زیاد شده میره. بسیار خوب. و این دیگه قسمت ها پلیت مونده میشن و آماده میشه به بخش های بعدی. خب آلی مثلا چند تا پلیت خورده ای؟ این بتری ما بتری 50 همپر است که 50 همپر 9 پلیت فعلا دی بتری در هر خانه از این 9 پلیت است، یعنی 6 سل داره در هر خانه از این 9 پلیت است. بسیار خوب. بعد از این کجا میره؟ بعد از اینکه قسمت پلیت انداخته میشه میره به ماشین انترسلودینگ که این قسمت هایی که فعلا با هم جوینت نیست یا را با هم ولدینگ میکنن. بریم خیام اونجا بریم. ها بله عزیزا، ما در لابلای کارشان تصویر میگیریم بر شما عزیزا نشان میدیم. خب اینجا چی میگن؟ این ماشین انترسل ولدینگ میگه که ماشین به شکل اتومات کار میکنه و این قسمت بعد از اینکه پلیتا مونده شو و این قسمت ماشین ولدینگ میکنه. اما شش خانه یک بتری با هم دیگر ولدینگ میکنه. خب با هم وصل میکنه. بله. خب باز این ها مثلا چقدر زمان میبره ولدینگ از این؟ یعنی هر بتری در کل وقت نمیبره، شاید زیر یک دقیقه وقت میگیره که یک بتری اما شش خانه از ولدینگ میشه و میره به بخش به ماشین بعدی ما. بعد از اینکه ایجا ولدینگ شد ماشین بعدی ما کوالیتی از ولدینگ که جای ولدینگ میشه چک میکنه. خب باش بسیار خوب. بین یک بار از اینا هم یک سوال شو یک چی میگن یک حال اول شو نپرسان. خسته نباشید. سلامت باشین. جور باشین. سلامت باشین. بخیر باشین. نامتان چی هست؟ سعید نبی. سعید نبی. بله. آقا صاحب خسته نباشید. چطور از کار برای؟ شکر مهربانی خدا خوب است. انشالله که راضی هستی. خسته خو نمیشه از کار. نه چرا خسته شد. دوست عزیز آقا صاحب افتخار هستم که برای کل افغانستان مثلا در قسمت تولیدات کار میکنن. در کارتون برکت. بازم سلامت باشین. تشکر. جناب ناصری صاحب دیگه باز چی میگه؟ حالا اول کارمندارم پرسان کنیم نه؟ بله. دیگه واقعا خسته کننده است که بیاین هر روز یک مثلا سر از ماشین ها ایستاد سر دو پای ایستاد میشن. خب ناصری صاحب از اونجا خلاص شدن؟ حالا اینجا میاد چی کار میکنن؟ از اون ماشین ولدینگ کرد میاد یعنی ماشین به حساب شارت سرکت کی ماشین وظیفه ماشینی است که همه شش خانه که دارم بین حل پلیت یک بتری چک میکنه که آیا با هم جوینت است یا نه. کی شارتی اگه باشه یا آلار میته، اگه شارتی نباشه آلار نمیته. که شارتی از این اگه باشه بازی باعث خرابی در تولیدات میشه که ماشین رو پس مستردش میکنه. پس میره اینجا چکینگ میشه دیگه. خب بعد از اون میریم. این ماشین است. یعنی کلان ایره چک میکنه و بعد از او روان میکنه به بخش بعدی. خب بله. یه خلاص شد؟ بله. عزیزا واقعا دیگر کار اساسی در اینجا است که اینجا چک میکنه این بیتری واقعا آماده شده نشده؟ در کل یک پروسه خیلی مهم است که باید بتری از هر نگاه چک میشه و بعد از اینکه یعنی آماده بود به بازار عرضه میشه. خب باز اینی سرپوش های رم اینجا شما تولید میکنید؟ بله. این مواد پلاستیک شم اینجا تولید میشه و اینی شمام ریخت میشه و باز میره در ماشین های انجکشن که بخش دیگه است که در اون میره تزریق میشه و آماده میشه به این بخش. خب بعد از اینکه از نگاه شارتی از هر نگاه چک شد میاد ماشین تاپ کاور یا هیت سیلینگ. این ماشین وظیفه از این پیش از اینکه در ماشین بره اینی سرپوش از باکس یا از کاور بتری یا از بدنه بتری جداست که وظیفه ماشین چسباندن سرپوش با بدنه بتری است. توسط شعاع میشه.
نه نه ایتر داره ماشین گرم میشه و تا در سر گرمای قسمت بالا و پایین مواد پلاستیک با هم میچسبه. خب 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 بخش مفرس هست دیگه؟ بله. شما میانی جای ساز چه میخوای؟ خسته نباشین. سلامت زنده باشین. نامتان؟ سخیبه. سخیبه خان چی میکنی فعلا؟ فعلا یه سرقاب میزنیم بیتیم. تنها وظیفه شما میاد؟ بله وظیفه. خب بسیار خوب. موفق باشین. خب ناصر شد. بعد از این کجا میره؟ بعد از اینکه این قسمت تکمیل میشه میره به بخش ترمینال گیسی که به حساب شمع بطری را گیسی میکنه. شمع بطری که دو دانه مثلا چی داره؟ یکی از داخل یکی مثبت است، یکی منفی. خب اینه اول تصویر معلوم میشه که اینی قسمت باید جوینت نیست. اگه جوینت نباشه به حساب مو برقی که تولید میکنه از او گرفته نمیشه. باز بخاطر او کار این گیسی میشه که اینی قسمت با هم جوینت شوه. جوینت شوه. خب 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 دوستو عزیز، یعنی کار ساده و آسان هم نیست. میبینیم که بسیار زمانگیر است و بسیار حوصله زیاد کار داره. خوب است. خب اردوش سرب است با هم جوش میخوره. خب بعد از این کجا میریم؟ بعد از این مرحله که تکمیل میشه مرحله بعدی ما قسمت نمودن به حساب لیکیج بطری است که ما ماشینای حساسی و ماشینای ضروری که در بخش به حساب پرودکشن بطری سیجام موجود داریم که این ماشین وظیفه است چک کردن به حساب لیکی باکس که آیا با بیرون لیکی داره نداره، یک خانه به خانه دیگه لیکی است یا نه، که ماشین فول اتومات است. در صورتی که لیک باشه ماشین آلارم میده و بطری پس میره به یعنی دوباره اثر باید بطری جوش. اگر نه که دوباره بشه، اگر نه که مشکل نداشت میره به ماشین بعدی ما که اون ترمینال برش میکنه. خب این ماشین هم فول اتومات است. خب اینجا بطری را شمکایش تنظیم میکنه. این قسمت بطری که میاد ترمینال ازو را برش میکنه که کاربن نگیره یا در اثر اتصال نمودن ترمینال های یا مولین چیز موتر که صحیح وصل شد از اختر پاک میکنیم که با هم صحیح وصل شد و صحیح برق بتر. صحیح برق بتر. خیلی عزیزهای دل، ما یعنی از آغاز تا بال آمدیم و آیست آیست هم دیگه با تکمیل شدن بیتیا. خب ناصر شده، بعد از این کجا میره؟ بعد از اینکه قسمت تکمیل میشه همکارای ما این قسمت ها دسته و کلی گپش آماده میکنن و میریم به بخش لایزر که ما به حساب مو بطری را یک سریال نمبر داره که ما بر اساس مو به مشتری خود میفروشیم و به حساب وارنتی و گارانتی و کل چیز سیستم این ماشین که ماشین فایبر لایزر است، که ماشین سر باکس بطری یک متن که ما درست کردیم که به حساب مو سریال نمبر بطری باشه رو حک میکنه. اینجا حک میکنه. بله. خب بسیار خوب. در این بطری های شما ما بیشترم چی کردم برای دوستا پیشنهاد کردم به خاطر یعنی مید ان افغانستان، یعنی تولید افغانستان ما باشه. دوستا از اینجا اینا حک لایزری شده؟ بله. این حک لایزری میشه دیگه، قابلیت ازیره نداره که با دست یا با هر چیزی که چیز پاک شود. خب یعنی پاک. یعنی مارک کمپانی سرش زده میشه که در کمپانی همین نور نیمیت بیا تولید شده. بسیار خوب، بسیار خوب. واقعا بسیار عالی. و اینی مثلا پوشکایی را که شما آماده کردین به خاطر شمع بطری. بله. بگه یام خیلی یام همینجا تولید. بله. کل همین مواد بطری سازی کلا همینجا باکس و سرپوش و دسته و کل گفت همین چیز همینجا تولید میشه. بسیار خوب دوستان عزیز، واقعا جای افتخار است که ما همچون کمپانی بزرگ در افغانستان داریم و در کشور خود ما داریم که واقعا جای افتخار است. و دوستان عزیز اینجا هم بیرق افغانستان زدگی است و نوشته است افغان پاور. دیگه واقعا که ما افتخار میکنیم با جناب ناصری صاحب، این جناب دیگه که در این بخش کار میکنند. خب ناصری صاحب، بعد از این تکمیل شد بطری؟ بله. پروسه به حساب پروداکشن بطری همین قسمت تکمیل میشه، تمام میشه، بعد از این پکینگ میشه و نظر به تقاضای بطری مشتریان، اگر مشتریان به حساب که بدون اسید کار داشت برشلسار میشه، اگر نه که با چارج شده باشه سرتیسه با پس ما ماشینای چارجینگ داریم، ماشینای
فلوتومود و چارج میشه و باز به بازار عرضه میشه، ولی فعلا به حساب سیستم خشکه که 50% تا 70% پلتو چارج شده داخل باکس بطری، ولی اسید نداره. خب این بعدا دیگه به تقاضای مشتری، نظر به تقاضای مشتری بیشتر. بسیار عالی دوستای عزیز، میبینین واقعا یک رنگ مقبول رو انتخاب کردن. و انجینر صاحب یا رنگ های مختلف هست نه، مثلا ایش مثلا نارنجی کار شده با بالای میچیداش، ایش سیاه کار شده نه، اینا مثلا تفاوتش چی است؟ یک چیز خدمتان عرض بکنم که ما اینجا فعلا سه برند تولید میکنیم. یکی افغان پاور، تندر بتری و اطلس بتری، به سه برند که، و یکی دیگه مخصوص سولار ما داریم که سیستم به حساب سولاری که هر کدام از یا نظر به تقاضا، نظر به شرایط افغانستان دیزاین شده و همون استانداردهایی که در بتری سازی مد نظر گرفته شده، این بتری مد نظر گرفته شده و نظر به مو و تقاضای مردم و مشتریان فعلا سه برند ما تولید میکنیم و پلان داریم که یک دو سه برند دیگر هم در آینده نظر به تقاضای مشتری ها و نمایندگی ها به بازار عرضه بکنیم. دوستای عزیز واقعا جالب است، افتخار میکنیم. خب عزیز خلاص شدیم؟ بله. بسیار عالی عزیزای دل، ای بود تولید بتری، بتری که در کشور خود ما تولید شده و آماده پیک از بتری و اینجا هم شما اینا را آماده کردین. بله ها، این ترمینال بتری وقتی از یک ولایت به ولایت دیگه برده میشه ایکا که میمونم که این ترمینال ها و خود باکس عزیز صدمه نبینه از خود این رقمی کلان مانده میشه. بسیار عالی و به بازار عرضه میشه و به نمایندگی و ولایت ها هر سال میشه. بسیار خوب عزیزای دل، دیدین که واقعا با پروسس های متفاوت یک بتری آماده میشه. چطور شمک های زیرا نماندیم در جایش؟ وام مانده میشه همین سرپوشک های چیز داره؟ بخاطر از اینکه اگر این قسمت ما متوجه شویم، این قسمت یک به حساب زرورق بگم یا به اصلاح هم یک چیزی که پیک شده؟ پیک شده او بخاطر از اینکه اکسیژن با پلیتا نرسه، چون پلیتا چارج شده است، حدود 50 تا 70% پلیتا چارج شده است و اکسیژن با تا زمانی که قابل استفاده نشه با اکسیژن نرسه، از خاطر بالاش ما چی میکنیم؟ پک میکنیم که هوا نرسه. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب. تشکر. سلام عزیزای دل، این بود پروسس بتری که در افغانستان تولید میشه و میره به طرف استفاده شدن و اینجا گودامی هست که این بتری از اونجا خلاص میشه و میاد این قسمت اینا منظم پک میشه، آماده انتقال میشه با فروشگاه ها یا دکان های شهری که در قسمت فروشات بتری کار میکنن. عزیزای دل، خدا کنه که از ویدیوهای ما خسته نشده باشین. این ویدیو واقعا برای من خیلی جالب بود و ما با افتخار گفتم میتونم که این ویدیو را ببینین و تولید کشور خود ما را ببینین. دوستای عزیز، افغانستان رو به پیشرفت هست، انشالله ما در آینده های نزدیک بهترین تصاویر دیگری را ما خدمت شما تقدیم میکنیم. این بود برنامه این هفته ما. خدا کنه که جور و صحتمند باشین و با کانون خانواده اتان صمیمانه زندگی بکنین. تا ویدئوی بعد، خدا نگهدار.